بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الحي القيوم، يا سبحان الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الحي القيوم، يا سبحان الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. درس ششم، بيان معنى عبادت. إي درس مهم است بخاطر كي يكي از جمله مسائل كي اکثر اوقات مردم در گمراهی ها واقع شده همین موضوع است. یک تعداد از علما زمان ترجمه قرآن کریم میکنه یا تشریح کلمات توحید میکنه، این گپ و سخن در زبان خود میارن که میگه لا اله الا الله، غیر از الله متعال هیچ کسی دیگه قابل عبادت یا قابل پرستش و بندگی نیست. اما بعد از او امی عبادت برای مردم تشریح نمیکنه و در نظری مردم اینطور معلوم میشه که عبادت تنها نماز خواندن است. اگر یک کسی بره و نماز برای کسی دیگری بخونه، این آدم مشرک است و عبادت غیر الله را کرده. اگر نه که امی نماز برای الله خواند، این عبادت غیر الله را نکرده. از امو خاطر و اینطور فکر میکنه که انسان وقتی در شرک واقع میشه که امو عبادت مشهوری که در بین مردم است، مثل نماز یا روزه یا زکات یا حج، بغیر الله متعال انجام بده. در حالی که عبادت یک مفهوم جامع است، شامل هر قول و عملی که مرضی و پسندیده الله متعال باشه، اید عبادت شامل است. هر عملی که و هر سخنی که ما او را ذریعه نزدیکت برای الله بدانیم که ما توسط ازی به الله نزدیک میشیم، او عبادت است. اینمی امر اگر لحاظ شخص دیگر امرش کردیم، عبادت الله را نکردیم. اگر نی که دی امر لحاظ کسی دیگر را نکرده باشیم بجز از الله متعال، ای عبادت الله است. به طور مثال سلام یا دوستی که من امرای تو دارم، محبتی که امرای تو دارم، این یک ذریعه است که توسط ازی آدم به الله نزدیک میشه. اگر این را خاص به خاطر رضای الله متعال کرده باشم، این عبادت است و من عبادت الله متعال کردم. اگر نه که این را به لحاظای دیگری کرده باشم، دیگه من عبادت الله را نکردم، بلکه عبادت غیر الله را کردم. مردم عوام ما به مفهوم عبادت قطعا ناشناستند، معلوماتی کافی نداره. از امو خاطر ترجمه قرآن کریم سطحی و سرسری همی ترتیر میکنه، مردم از ذهنش خلاص نمیکنه. از خاطر این بحثی که مؤلف رحمه الله در این کتاب خود آورده، تشریع عبادت برای ما میکنه که عبادت چی را میگه و این را تثبیت میکنه توسط آیات کتاب الله متعال که عبادت مخصوص برای الله هست، برای کسی دیگری نیست. و کدام چیز است که نقض عبادت میکنه، این را برای ما بیان میکنه. عبادت در لغت به معنای خواری، اینجا خواری گرفته، معنایش عاجزی است، فروتنی، خود بسیار کم دانستن، رام شدن و گردن نهادن است. رام شدن این را میگه که انسان مکمل خود تسلیم بکنه. کدام فرمانی که از جانب الله متعال می آید، تو بدون چون و چرا او را بپذیری. از امو خاطر است هر قدر که انسان مطیع و فرمان بردار می شه، امو قدر ای عبد جور می شه. یکی از صفات کمال رسول الله صلی الله علیه و سلم عبدیت است. زمانی که انسان در مرتبه عبدیت در درجه کمال برسه، یا آخری معیار یا امتیاز یک بنده می باشه. البته عاجزی در انسان این سبب کمال انسان است، اما عاجزی در شان الله متعال این نقصان است. الله متعال هیچ وقت عاجز نمیشه. لیکن انسان وقتی عاجز باشه، خب برای کی عاجز باشه؟ برای الله. یعنی همیشه عاجزی به الله بکنه، در هر لحظه زندگی خود فقط عاجزی و فروتنی به الله بکنه، این صفت کمال انسان است. از امو خاطر است که الله متعال صفت پیغمبر محبوب خود عبد گفته، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علا عبدنا، گفته بنده ما، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا. اونجا عبد گفته، تا
پس معلوم شد که صفت کمال انسان زمان پوره میشه و تکمیل میشه که عبدیتش یعنی عاجز بودنش خیلی قوی شوه. عربا راه طریق معبد، راهی که خواب پایمال شده، مردم سرش رفت و آمد کرده، ایچ چیز ده او مثلا سنگ و یگپا باقی نمانده، مزلل و رام شده، کالایی که خیلی زیاد سایده شوه، خواب سایده شوه، زیاد بپوشیشه، ایره ثوب محبت میگه، یعنی او کالایی که بالکل دیگه ده او درشتی باقی نمانده، بالکل لشم شده، سایده شده. از او خاطر است که در عبادت الله متعال انسان کمال عاجزی را، کمال فروتنی را در کار میگیره، لیکن با کمال محبت و با کمال طمع و با کمال خوف که پشت سر بر ما و شما میآید. و هر عملی به منظور تقرب جستن به معبود صورت گیرد، و هر عملی که یعنی هر عملی که ما انجام میدیم به این منظور که منظور ما نزدیکی جستن به سوی کی است؟ معبود الله متعال است. اگر اینمی عمل صورت میگیره عبادت نامیده میشود. و نظر به معنای لغوی عبادت در شرع یا اصطلاح عبارت از چی است؟ اسم جامعه است که بر همه کردار و گفتار ظاهری و باطنی انسان که الله تعالی از آن راضی و خوشنود میشود اطلاق میگردد. عالی بر ما واضح شد که عبادت یک کلمه جامعه است. هر سخن و هر کار کردار اگر او در ظاهر وجود انسان است یا در باطن وجود انسان است که ای توسطش الله متعال راضی میشه، پسندیده الله باشه، او عبادت نامیده میشه. از امو خاطر اعضای ما عبادت میکنه، قلب ما عبادت میکنه، زبان ما عبادت میکنه. تقسیم عبادت به سه قسم که قلبی و لسانی و عملی میگه، به می خاطر میگه، اینجا بر ما میگه. لذا شخص مسلمان الله جل جلاله را با قلب، زبان و اعضای بدن خود عبادت میکند. عبادت قلبی طمع به الله داری، خوف از الله داری، توکل به الله میکنی، امید به الله میبندی، خواه عداوت و دشمنی را در قلبت به هر کسی که داری بخاطر دین الله، دوستی را با کسی داری بخاطر الله. پس اموری که در قلب انسان است و امو امر تو انجام میدی در قلبت، خب به خاطر رضای الله و او عمل مرضی الله باشه و عبادت است. در زبان ما ذکر میکنیم، مدح میکنیم، بیان میکنیم، کلش عبادت الله است، از کاری که در زبان خود میاریم. در عمل اگر ما رکوع میکنیم، سجده میکنیم، قیام میکنیم، روزه میگیریم یا اعمال حج انجام میدیم، کلش یه عبادت است، چرا که مرضی الله متعال است و خاص است برای الله. زمانی که مفهوم عبادت انسان بدانه، هیچ وقت نعوذ بالله در شرک واقع نمیشه. پس وقتی هر عمل که مرضی الله باشه و عبادت است، سجده عبادت است، چرا مرضی الله متعال است؟ چرا مرضی الله متعال است؟ الله امر کرده به سجده کردن. رکوع عبادت است، چرا مرضی یک عمل است که مرضی الله است؟ چرا مرضی الله است؟ یعنی پیش الله پسندیده است. الله ما را مامور ساخته که رکوع بکنیم. قیام عبادت است، چرا؟ به خاطر که الله ما را مامور ساخته که ما قیام بکنیم. روزه عبادت است، حج عبادت است، زکات عبادت است، حج عبادت است، با مسلمان کمک کردن عبادت است، در کار نیکی امرای کسی یاری کردن عبادت است، سلام دادن عبادت است، یک آدم مظلوم کمک کردن عبادت است، کلش عبادت است. چرا؟ به خاطر که چیزایی است الله ما را مامور به انجام ازو کرده، و هر چیزی را که الله امر کرده باشه پسندیده الله می باشه، حتما به نزد الله متعال او خیلی خوشش است. از او خاطر این کلش عبادت شد. زمانی این مفهوم آدم بدانه، بالکل درک میکنه حقیقت امره. یک تعداد مردم ما که بعضشان قیام برای غیر الله میکنه، بعضشان رکوع را به غیر الله میکنه، بعضشان سجده را به غیر الله میکنه، پس چطور شده میتونه که خدا بنده الله معرفی بکنه؟ زمانی یک کسی بر چفک استاد میشه، استاد داخل میشه در صف، شاگردا برای تعظیمش استاد میشه. چرا استاد میشه؟ و او مردک سر امی استاد شدن بسیار خوشام میشه. چرا؟ اگر امی استاد شدن ترک بکنه بسیار قارش میه. همون شاگردی که استاد نشده رو دستی از صف میکشه، لط میکنه، چی میکنه؟ تهدید میکنه. شه عبادت چی رو میگه؟ این عبادت است. رسول الله صلی الله علیه وسلم در نماز خودش چون پایش درد میکرد نشسته نماز میکنه، پشت سرش صحابه استاد بودن، در عین نماز اشاره میکنه که بشینه. زمانی که نماز ختم میشه و صحابه میفرمه پیغمبر علیه السلام که مرا به مثل اعاجم واری پاچای عجما لشکر خود همینطور استاده میکنه برای تعظیم، مرا معبود قرار داده بودی؟
شما اراده داشتی که مرم تعظیم بکنی مثل که عجم مردم عجم پاچه خود تعظیم میکنه؟ صحابه خو پیغمبر تعظیم نمیکن، صحابه خو فقط برای الله قیام، قیام فرض فریضه نماز بود، این انجام میداد. گاهی در ذهنش نامده بود که ما رسول الله را تعظیم میکنیم در اینجا، لیکن شکل شکلی کی بود؟ امو که در عجم صورت میگیره که پاچه نشسته میباشه، دیگه مردم همینطور استاده. پیغمبر علیه السلام همین عمل من میکنه. عجیب است. امروز بعضی مردم میگه نه اینما الاعمال بالنیات، ما به این نیت، ما به این نیت استاد نمیشیم برای قماندان، برای پاچا، برای آمر، برای استاد که وای عبادت زیره میکنیم. نه شکل زیره میکنیم، یعنی عبادت از شکلش انجام میدی. میگه ما خیک خود خم میکنیم، برای ادب خم میکنیم، پیر و استاد که دستش میگیره بوسه میکنه، میگه ما با اینما الاعمال بالنیات. نه، پیغمبر علیه السلام و صحابه را من نکرد از استاد شدن و نیت نتی تعظیم پیغمبر را نکرده بود. اگر تو نمی کنی شکلش هم شکل جور میشه. او ما خو صراحتا مردما را میبینیم که در پای پیر صاحب چی میکنه؟ سجده میکنه. آلی ای مسلمان چه قسم ادعا بکنه که من لا اله الا الله را باور دارم، لا اله الا الله را عقیده دارم، بل لا اله الا الله تسلیم است. مفهوم لا اله الا الله خویست که نیست لایق پرستش و بندگی غیر از کی؟ الله متعال. چه قسم شده میتونه خیر؟ یک انسان چطور دعوا بکنه؟ کدام چیزی را که خودی الله متعال ما را از او منع میکنه؟ این پشتی سر آیت آب تیر میشه. الله متعال برای ما چی میگه؟ الله جل جلو بندگان را به اخلاص در عبادت دستور فرموده است. اخلاص در عبادت چی را میگه؟ کدام عملی که عبادت بود که پسندیده به نزد الله متعال بود، این خالص و خالص برای الله انجام بده، لحاظ و ملاز کسی دیگری چیزی دیگری را قطعش نکن. اگر ما را دوست داری به خاطر دوست نداشته باش که مولوی صاحب قطمه خواب رویه میکنه، نه، به خاطر رضای الله متعال هر عملی که انجام میدی این به خاطر الله باشه، چرا که عبادت خاص است برای الله، لحاظ کسی دیگر نمیکنی. دلیل الله جل جلاله میفرماید هو الحی لا اله الا هو، الله او ذاتی است که زنده است، نیست لایق پرستش و بندگی غیر از الله. قابل پرستش و بندگی ذاتی میشه که همیشه زنده است. کسی که وفات میکنه از حالتی تو چی خبر داره؟ تو را نصرت و یاری کرده نمیتونه. انسان عبادت او ذاتی را میکنه که در یک حالتی که ضرورت برات پیدا میشه، احتیاج برات پیدا میشه، تو را یاری بده، نفع برات برسان، از ضرر تو کاست بکاخه و ضرر تو را دفع بکنه. پس کسی که او حیات نداره میمیره، چه قسم عبادتش کرده میشه؟ از امو خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم با وصف که در بین مخلوقات اعلاترین مقام و منزلت داره اما معبود نیست، کسی را دعوت به عبادت خود نکرده. انس رضی الله عنه میفرماید که ما برش نمیخواستیم با وصف که عظمت و بزرگی پیغمبر، به الله قسم هیچ کسی هم بزرگ در انسانان از پیغمبر کرده برای ما پیش ما نبود، نه پدر نه مادر نه هیچ کسی، اما ما نمیخواستیم. چرا؟ به خاطر که پیغمبر علیه السلام بد میدانست، پیغمبر علیه السلام ای عمل بد میدانست. وقتی رسول الله قابل ای گب نیست و او بد میدانه، امروز ما چه قسم برای خود حق میدیم که مردم برای ما قیام کنه، مردم برای ما رکوع کنه، مردم برای ما سجده بکنه، مردم از ما ترس داشته باشه، مردم به ما امید داشته باشه، مردم جلب نفع را برای ما اعتقاد داشته باشه و دفع ضرر. امروز ببینید شب چی میگه، ملت در کدام حالت قرار داره؟ امیولی چقدر مردم هست که امید نفر از کی داره و دفع ضرر از کی داره؟ شما باور به الله بکنی، الله رحم بکنه، یک دو کارگر ما در ارزان قیمت شاندم شد، دلیل هم برش گفتم بعد از اون در گردنش که کدام تار و تاویز بود، گفتم امیره دور که امیولی من اعلام میکنم در این چیزی نیست، اما آماده نشد که امیره اسو کنه. چرا؟ به خاطری که به عقیده و باورش امی بود که اگر از گردن امی را دور کنم ضرر برام میرسد. اینطور حالت است این ملت، از این مردم تباه شده، برباد شده، دین برشان تشریح نشده. الله میگه سری او ذات، او ذات عبادت کو که حی است، فدعوه، خالص الله را آواز بده، فریاد کنه، یک الله را آواز بده، مشکل براتان پیدا میشه، یک الله متعال باید شما آواز بده، فدعوه، مشکل پیدا میشه، ضرورتی پیدا میشه، به یک الله فریاد کنی، یک الله را آواز بده.
مخلصين له الدين. دين شامل هر نوع عبادت است، این کل عبادت ها را فقط و فقط خالص برای الله کرده باشد، لحاظ کسی دیگری را نکرده باشد. چرا؟ الحمد لله رب العالمین، کل صفات کمال مخصوص الله است، کسی دیگری صفات کمال نداره. حق عبادت از او ذاتی است که او مستحق تمام صفات کمال، دارنده صفات کمال است، دیگه کسی صفات کمال نداره. از او جمله صفات کمال یکی چیست؟ رب العالمین، کل مخلوقات مصلحش، مدبرش، مالکش، سید و حاکمش کیست؟ الله تعالی. نه ملک است، نه پیغمبر است، نه جن است، نه انس است. یکی از صفات کمال تربیه کل مخلوق است. کل مخلوق تربیت کردن، تربیت از دو چیز مرکب میشه: اسباب تربیت پیدا کردن و سلیقه استفاده و استعمالش نشان دادن. تمام رزقی که ما در بیرون میبینیم الله متعال پیدا کرده، اعضایی را که برای ما داده که با واسطه از او ما استفاده از این نعمت ها میکنیم، سلیقه و طرز استفاده را هم برای ما الله متعال نشان داده. به انسان علایده نشان داده، به زنبور علایده، به پرنده علایده، به حیوان علایده. دایات که الله متعال برای ما میفرماید وقت زمانی که مامور میسازه بندگان خدا سند و دلیل تیر میکنه. ما مامور بایستیم که دین خالص برای الله بسازیم، اما با کدام دلیل سند داریم؟ چرا ما عبادت یک الله را بکنیم؟ به خاطر که الحمدلله کل صفتای کمال مخصوصی الله متعال است، دیگه کسی صفتای کمال نداره. ذاتی را که تو تم توقع داری از او از نفع و ذاتی که تو از او ترس داری، حراس داری، باید دارنده صفات کمال باشه، هیچ نوع نقصان در او نباشه و این صفت فقط و فقط برای الله متعال است، کسی دیگری نداره، نه پیغمبر داره، نه ملک داره. هر چیز در وجود خود محتاج کیست؟ الله. و هر چیز حی نیست، حی حتما فانی میشه، حتما میروه غیر از الله متعال. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. همه چیز فانی میشه، خیر مستحق عبادت کدام ذات است؟ الله متعال است. این دلیل است، کتاب الله برای ما بیان میکنه. آیا ما راهی داریم، سخن داریم که مخالفی امی آیت دستوری را در پیش خود بگیریم و ما بگیم که نه اینی طور برای ما جایز است؟ قطعا نمیشه، قطعا نمیشه، به شرطی که ما به کتاب الله رجوع بکنیم، باور به آیات الله بکنیم، به کلام الله بکنیم. کلام الله میره برای ما میگه، ترجمه را براتون خوندم و می فرماید دیگه جای، قل بگوی پیغمبر علیه السلام اینی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین. مشرکین به پیغمبر علیه السلام پیشنهادهای خیلی زیاد می کردن. یکی از پیشنهادهایشان ای بود، به پیغمبر علیه السلام می گفت که یک کمی تنزل بکن، یک کمی از این شدتت بکن، اقدر سخت نگی، همه چیز خاص میکنی برای الله، خیر است. یک چیزی گپ اگر برای بتا بکنیم چی بدی داره؟ همیشه تلاش داشتن مشرکین که قناعت بده پیغمبر علیه السلام که در بعضی موارد یک کمی تنزل کنه، گپی چیزی گپای مشرکین هم بپذیره. الله متعال پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم خود مخاطب قرار میده که دندانی از یارم بکش دیگه، ای تمه توقعی که از تو داره که البته فکر میکنه در آینده شاید تو ترمیم کنی، مداهنه تو سستی از خود نشان بدی، نرمی را که یک روز نه یک روز قطع از جام یک جای شام، این کار قطع هم نمی کنی. این دین است، دین تسلیمی کسی نمیشه، قربانی خواسته های کسی نمیشه. با مردم آسانگیری میشه، در امور دیگه میشه، در دین نمیشه. اگر کسی از ما مطالبه بکنه که خیر است، امی قدر وقتا، امی قدر روزا تو نماز خفتن و چار کات فرض خواندی، امین بگو درکات میخوانیم، چی بدی داره؟ بیا که میره درکات بخوانیم، نمیشه. یک ساعت در خانه قطش کار میکنی، برات میگه تو قطمه در خانه برو، بعد این شب هم اینجا باش، قطش میباش، قطمه این کار بکن، قطش میکنی. اما در مورد دین قطعا مداهنت نمیشه، آسانگیری نمیشه. از او خاطر الله متعال در آیات کتاب خود و رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات را روان میکنه که دیگه تمام توقع مشرکین بالکل کنده شود، دیگه مایوس و ناامید شود که ما نمیتونیم که یادمه
قناعت بدیم که او هم نعوذ بالله قطعا یک کمکی به بتام یک کمی تمایل پیدا بکنه، یک روز خاص بکنه. این روز اگر شما فکرتان باشه، بسیار مبتدعین، مردمایی که بدعت خواست، مردمایی که نعوذ بالله دین خوش نداره، از علمای حق پرست مطالبات میکنه، نگه خیر است، اینقدر شدت هم نکو، اینقدر سختگیری هم نکو، یک کمی از آسانی کار بگی، خیر است، در ختمی مردم، در خیراتی مردم شریک شو، پروا نداره ای. اما در حقیقت تو را از دین خطا میکنه، در دین کسی تسلیم نمیشه. و پیغمبر علیه السلام میگه اعلان بکن، این اعلان به خاطر عزیزته که دیگه مشرکین تم توقع برای رسول الله صلی الله علیه وسلم نداشته باشه که پیغمبر تسلیم میشه برای مشرکین. میگه این امیر تو، من مامور هستم، مامور، ای من خود سرانه کار کردن روی نیستم، من از جانب الله امر برم شده ان اعبد الله، که عبادت الله را بکنم. چی رقم عبادت؟ مخلصا له الدین، کل نظام خدا، دین خدا، خالص برای الله ساخته باشم. هر عملی ما به محوری که بگه اخلاص چرخ میخوره و برای الله متعال است. الله جل عظمته به بندگان دستور فرموده تا در همه عبادات طبق اوامر پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل نموده، پیرو و فرمانبردار او باشند، طوری که میفرماید برای قبولیت عبادت الله دو چیز بر ما فرمان داد. یکی عبادت خالص ساختن برای الله، لحاظ و ملاز کسی را در هیچ عبادت شامل نسازی. دوم، امی عبادت به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده. عبادت خو عبادت است، لیکن کی عبادت میشه، کی قبول الله میشه؟ به شرطی که خالص برای الله باشه، به شرطی که به نقشه رسول الله باشه. دلیل داریم؟ بله. الله جل جلاله می فرماید بالبینات والزبور، پیش آیت تیر شده در سوره نحل، امی آیت 43، الله متعال پیغمبران میگه که ما روان کردیم انبیاء علیهم الصلاة والسلام، فاسألوها اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانی از اهل ذکر شما سوال کنی. مراد از اهل ذکر کسی که کتاب الله را یاد داره، معلومات در کتاب الله متعال داره، از او باید شما سوال بکنی. از یک طرف مرتبه و مقام علم بیان میکنه که علم اینی قدر مقام داره، دیگه مردم باید رجوع برش بکنه، این مرجع باشه. و از طرف دیگه کدام علم؟ هر علم نه، علم کتاب الله، علم وحی، علمی که الله متعال فرستاده. چرا که ذکر مراد از پیشش قرآن کریم است. قرآن کریم چرا ذکر است؟ به خاطر که یادآوری تمام ما احتاج انسان میکنه، چیزی که انسان ضرورت برش داره قرآن کریم کلیات از او را بر ما بیان میکنه، اما جزئیاتش رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح کرده. رئیس از او خاطر میگه ما روان کردیم انبیاء علیهم السلام بالبینات والزبور، با معجزات، با دلایلی که نبوت از او را تثبیت میکنه، و الزبور با کتابا. الله اکبر. الله متعال انبیاء علیهم السلام با دو چیز روان میکنه، معجزه که تایید نبوت شوه، و منهج، روش طریقه زندگی، کل عمر خدا مطابق همون نظام سپری کردن که ما شما تعبیر با منهج و روش میگیم. هر پیغمبر که آمده منهجش علایده، معجزش علایده است، تورات علایده است، اما معجزه موسی علیه السلام یدی بیداست، اساس انجیل علایده است، اما معجزه عیسی علیه السلام تبرئ الاکمه والابرص، ابرسه مریضایی که طبیبا و دکترها از پیشش بالکل عاجز شده از علاجش، او را برش داده. اما امتیاز رسول الله صلی الله علیه وسلم میبینه، پیغمبر علیه السلام که روان کرده، معجزه و منهج اردو یکی است، جدا نیست، جدا نیست. به خاطر که این منهج تا قیامت باقی میمونه، معجزه هم باید باقی باشه، سنت امرش موجود باشه. قرآن معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم است برای اثبات نبوتش، اما منهج رسول الله هم است، شریعت رسول الله هم است، کدام راه و روشی که رسول الله تعقیب کرده کتاب الله متعال است. از این خاطر وقتی از عایشه رضی الله عنها سوال میشه که اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم چیست، او میگه کان خلقه القرآن، اخلاق رسول الله، سیرت، روش پیغمبر چی بوده؟ قرآن بوده، خلاص عمل به قرآن بوده. از این خاطر یکی از امتیازات پیغمبر ما امیسته که معجزه و منهج و شریعتش یکی است، جدا نیست. اگر کسی را دعوت به روش میده، خود قرآن دلیلش است. قرآن تو را دعوت میده، بازم دلیلش است.
برات میگه خیر بیار با مثل قرآن کریم یک آیت بسازنی فصحا بلغا جنگا میشه جدلا میشه خیر چرا بیا ثابت بکنه الله چی میفرمه و انزلنا الیک الذکر ما روان کردیم به سوی تو قرآن و مردمایی که میگه ما تنها به قرآن اکتفا میکنیم ضرورت به حدیث نداریم دروغ میگه غلط میگه قرآن کلیات زندگی ما را بیان کرد منهج که الله برای ما وضع کرده بود روان کرده بود سبب سعادت دنیا و آخرت ما میشه ایر الله روان کرده اما تشریع و تطبیق عملیش در دوش گیست رسول الله صلی الله علیه وسلم و انزلنا الیک الذکر ما برای تو روان کردیم قرآن کریم قرآن کریم ذکر است چرا روان کردیم لتبین للناس که تو واضح بسازی برای مخلوق چی را واضح بسازی مو ما و احکام را و شریعت را و روش و منهج را نزل الیهم که نازل کرده شده به سوی مردم الله که کدام نظام خواسته که مردم در اون نظام داخل شو و اون نظام در زندگی خود تطبیق بکنه تشریع شتو میکنی هیچ کسی دیگری حق نداره که را تشریع کنه شارحش دوستی از امو خاطر است الله مثلی که حفاظت کتاب خود کرده به دوش خود گرفته به کسی دیگری واگذار نکرده مثل تورات و انجیل واره تورات و انجیل واگذار به علمایش شده بود مسئولیت علمایش بود که باید حفاظت از تورات و انجیل میکرد اما با تأسف که وای حفاظت نکرده تحریفات شروع شد اما قرآن الله متعال به کسی واگذار نکرده حفاظت این کتاب خود خودش میکنه در پهلویش حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که شرح کتاب الله متعال است اینم الله حفاظت میکنه از امو خاطر الله متعال در امت کسانی را پیدا کرد که فرق کنه که یه حدیث ضعیف است یه حدیث قوی است یعنی این سخن به رسول الله صلی الله علیه وسلم به طریق یقین ثابت است و این سخن به طریق یقین ثابت نیست قرآن میگه که ما روان کردیم برای تو ای پیغمبر علیه السلام قرآن کریمه که بیان کنی برای مردم معلوم شد ما ضرورت به بیان رسول الله داریم تا که رسول الله بیان نکنه ما نمیفهمیم چی را بکنیم و اقیم الصلاة پشتی سر اینا برای ما بیان میکنیم رسول الله تشریح میکنه نظام الله را برای ما و لعلهم یتفکرون دو مطلب داره و دیگه به خاطر که مردم از فکر کار بگیره این دو مطلب داره فکر بکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد پیغمبر فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون اهل کتاب الله میگه که از اهل علم یعنی از علمایتان سوال بکنید کی پیغمبر پیغمبری که جدید آمده قابل اتباع هست یا نیست الله سابقا پیغمبران را مردا روان کرده بودی علی هم مرد است روان کرده با معجزه امو سند که انبیاء شما داشت امو سند رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داره دیگه از تفکر هم انسان کار گرفته میتونه بس اوقات معلومیت یک شای توسط سوال آدم میکنه تو سوال میکنی که این کمپیوتر چی رقم است یک آدمی دیگه تجربه کافی داره معلومات داره تحصیل داره نوعیتش چی است امو منزلتش قیمتش کلش برات بیان میکنه توسط سوال یک چیز معلوم میکنی گاهی توسط تفکر و تدبر انسان از دو طریق میتونه در یک جای برسه خود سنجش بکو فکر بکو اگر رجوع به علما کردی علما برات بیان میکنه گپش قناعت بکو زمانی که با سند برات پیش میکنه اگر نمیشه الله اقل خود تفکر بکن پیغمبر علیه السلام 40 سال در بین مردم بود نه کسی را دعوت میداد نه دعوا میکرد هیچ چیزی هم موجود نبود اگر یا نعوذ بالله کلامی خودش میبود یا از طرف کسی باید زودتر ظهور میکرد چقدر چرا که 40 سال خودت تیر میکنه بعد از او باز دعوا میکنه عجیب است سخن 40 سال چه از 40 سال قبل بیبی و امروز بیبی چقدر تفاوت های دار چطور یک آدمی که یک روز مدرسه را ندیده و این طور علوم لایتناهی از زبان مبارکش بیان میشه که اخبار از مغیبات هم است از چیزایی که غیب است از اون خبر میده و امون طور واقع میشه که چطور انسان تسلیم نشوه به دعوای رسول الله صلی الله علیه وسلم یک توجیه است دوم توجیه چیزی مسائل پیغمبر علیه السلام بیان میکنه خود چیزی مسائل مجتهدین کرام علمای بزرگ کسایی که معلومات کافی داره و تأمل میکنه استنباط میکنه مسائل و تحقیق میکنه اگر دینمی استنباط و تحقیق خود به شرطی که شرایط خود پوره کرده باشه
خطا شون یا الله یک ثواب برش میده، اگر به حق برسن دو ثواب برش میده. این یارا مجتهدین میگه، این مردما غلط معرفی میکنه. ما مردما میگه یا علما را رد میکنه، مردما را قبول نداره، علما را قبول نداره. کی گفت قبول نداره؟ ما قبول داریم هر عالمه، علمای مجتهدین. خب بگذار محض یک عالمی که یک حدیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم بر ما روایت میکنه قابل قدر قابل احترامی ماست، صفایش میگیریم، کدرش میگذاریم. چرا که ما عقیده داریم که یا معصوم نیستن، خطا میشن، ما پیروی از خطایش نمیکنیم. آن چیزی که ثواب است، سند و دلیل از کتاب الله و سنت رسول الله داره، از کل دیر قبول داریم. از یک نفر همی، چرا که از یکی را قبول کنیم از دیگر را قبول نکنیم، خود ترجیح بلا مرجح میاد. چطور از این را قبول میکنی امو سند داره و از او که امو سند داره قبول نمیکنی؟ عجیب است، اینطور شده نمیتونه. جنجال ما سلیل میگه پس که مردم ما میگه نه، یک نفر یک نفر، از یک نفر قبول میکنیم دیگر را نمیکنیم. قطعا ما حنفیستیم، فقط قول امام ابو حنیفه رحمه الله را قبول داریم، نه از امام شافعی، نه از احمد بن حنبل، نه از امام مالک قبول نداریم. و ما میگیم نه، هر عالم که سخنش قرین و پیوست به سند بود، دلیل بس، قابل قبول است. این مردم میگه، میگه یا علما را قبول نداره، اصل علما را وا قبول نداره، و یک عالم قبول داره 99 دیگر قبول نداره. ما میگیم هر 100 عالم قبول داریم، خلیکن فقط یک عقیده داریم که یا مثل پیغمبر و معصوم نیست، خطا میشه. جایی که خطا شده و دلیل صریح بالای خطایش موجود است، با احترام با تعظیم قولش هم میگذاریم، الله برش اگه اجر داده. خب ما پیروی نمیکنیم، چقدر آسان گپ است. فهم دین خیلی آسان است. کی است که امیره نفهمه؟ بالکل میفهمه، امیره بل دوستی میفهمه که اینی گپ چطور است. ولی افسوس است که خود ما در ذهن خود در کار نمیندازیم، در بیرون آوازه دیگه رقم میشه. چقدر مردم برای ما میگه موریسی متوکل امام ابو حنیفه رحمه الله قبول نداره. الله اکبر، چی میگید؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ربان از او که در سلسله پایین 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 بیا، خیلی در سلسله پایینش یک عالم که سخن بگویه، خو لیکن سند و دلیل از کتاب الله و سنت رسول الله داشته باشه، حال رأس و العین است. طوره میگه ما قبول داریم، ما ضرورت داریم به این. از او خاطر دهی آیت ولعلهم یتفکرون، و شاید که یا از تفکر خود کار بگیرن. بعضی مسائل است که تفکر به تفکر ضرورت داره، اما زمانی که تفکرش خطا باشه، ما مامور نیستیم که پیرویشه بکنیم. شده میتونه یک شخص دیگه تفکرش قوی باشه، سلام داشته باشه. و می فرماید و ما اتاکم الرسول فخذوه، پیغمبر علیه السلام ضرور است که ما پیرویشه بکنیم. چرا؟ عبادت الله را بدون پیغمبر کرده نمیتونه. چی رقم الله را عبادت کنیم؟ الله ما را مامور ساخت، گفت که نماز بخوانی، چی رقم بخوانی؟ چند رکات؟ از کدام وقت تا کدام وقت تا با کدام شرایط با کدام کیفیت؟ کسی پیدا شده میتونه که عبادت الله را کرده بتونه؟ میگه مسلی که تو اینمی قسم در عبادت ضرورت داری، اینمی قسم با پیغمبر هم ضرورت داری. چرا که می عبادت بدون پیغمبر انجام داده نمیتونی. و الله متعال برد میگه و ما اتاکم الرسول فخذوه، چیزی را که پیغمبر براتان میده میگیری، عمل سرش بکن. اینجا اخذ عبارت از عملی کردن است. و ما نهاکم عنه فانتهوا، از چیزی که پیغمبر منع میکنه منع شوی، خلاص. دین نمیره میگه مامورات پیغمبر را گرفتن از منهیات خود نگاه کردن. از کجا معلوم کنیم ماموراتش و از کجا معلوم کنیم منهیاتش؟ ده سالا سالا ده حدیث پیغمبر رجوع نکنیم، مامورات و منهیات از کجا معلوم شد؟ ما چی بفهم که در نماز کدام مامور است و کدام منهی است؟ منهی کدام است، مامور کدام است؟ در کل عمر برای ما کسی نگوید دیگه، از کجا معلوم کنم؟ از همو خاطر ده اینطور شده میتونه که ما در نماز یک چیز منهی است، یک چیز منهی است، لیکن ما او را عملی کرده رویست. یک چیز مامور است، متروک است. یک مثال براتون میگم، نیت بگوید در قصد قلب میگه این نیت مامور است، قصد قلب مامور است. ما در قلب بیش توجه نمی کنیم، در زبان اعتبار میدیم. ده دقیقه استاده می باشیم که نیت کردم ادا می سازم، نیت کردم ادا می سازم. ما چیزی که مامور نیستیم او را انجام داده رویستیم، ما چیزی که مامور هستیم او را فراموش میکنیم. یک مثال، به طور مثال گفتم. بنابراین
الله سبحانه و عبادت هیچ کسی را نمی پذیرد مگر با دو شرط، اخلاص به الله جل جلاله و پیروی و مطابعت از کی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم. دو شرط قبولیت عمل است و بنده مسلمان و بنده مسلمان شده نمیتواند تا این که عبادت و دین خود را خالص به خاطر کی؟ رضای الله سبحانه و نگرداند و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مطابعت و پیروی نکند. پس کسی که عبادت را خاص به خاطر رضای او تعالی و طبق راه و طریقت پیامبر صلی الله علیه و سلم ادا نمود، چنین عبادت عبادت درست و عمل صالح است. این ما عمل صالح گفته میتونیم. الله جل جلاله در کتاب با عظمتش به ما بیان نموده است که بندگان را به خاطر هدف بزرگ که همانا عبادت پروردگار یکتا و بی همتاست آفریده است. الله جل جلاله می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس را جز برای آن که مرا بندگی کنن نه آفریدم، فقط برای بندگی خدا آفریده. و می فرماید و ما امروا الا ليعبدوا الله، مامور نشدن مگر به یکی عبادت الله را بکنه. چی رقم عبادت؟ مخلصین له الدین، که کل دین خالص برای الله کرده باشند. حنفا، یقینی از هر قسم اموری باطل اعراض کننده مایل به سوی حق. و یقیم الصلاة نماز خوب درست قائم کنه و یؤت الزکات زکات بدن و ذلک دین القیمه. زمانی که دین خالص برای الله کردی و نماز قائم کردی با تمام شرایط خشوع و خضوع مستحبات و سنت هایش مکمل تکمیل کردی و دادی زکات، یعنی هم عبادت بدنی و هم عبادت مالی، هم تعلق با الله را پیدا کردی که در نماز است و هم تعلق با مخلوق را پیدا کردی که زکات است، حال اینمی دینی قیم است، دینی درست و برابر اینمی است، اینی دینی برابر درست است. و کسی که ترجمه کردم از خاطر پایین آمدم، و کسی که از شرک آوردن به الله جل جلاله اجتناب برزد و عبادت خود را خاص برای او تعالی ادا کند و از پیامبر صلی الله علیه و سلم تابیداری نماید، چون این شخص مسلمان است که به داخل شدن بهشت برین و نجات از آتش دوزخ وعده داده شده است. همچنان کسی که عبادات فرض شده را ادا کرد و آنچه را الله متعال دستور داد عملی نمود و از اموری که حرام قرار داد اجتناب ورزید، پس چنین شخص از بندگان پرهیزگار و مؤمنی است که الله تعالی ایشان را از عذاب دوزخ در امان قرار خواهد داد و ایشان را به فضل بزرگ خود در دنیا و آخرت وعده داده است. و کسی که عبادات فرض شده و مستحبات را به طور کامل ادا کرد و از اموری حرام مکروه دوری جست و الله متعال را چنین پرستش نمود که گویی او را میبیند، چنین شخصی از بندگان کیست؟ احسانگر. حالی صاحب احسان شدی، مرتبه بالاتر شده که الله متعال ایشان را درجه و مرتبه های بلند و مقام عالی در بهشت وعده نموده است. بناهن باید بدانیم اموری که بندگی مسلمان را نسبت به پروردگارش جانمند می نماید و آن را به اعتبار می سازد سی چیز است که درجات آن متفاوت است، یعنی متفاوت درجه ها داره. او درجه هایی که متفاوت است کدام است؟ هر کدامش علایده علایده برای ما مؤلف رحمه الله در اینجا بیان میکنه که عبارت از شرک اکبر، شرک اصغر و گناهان است. زمانی که انسان از این سی چیز مرتکب میشه، در اینمی قوت ایمان انسان و ایمان انسان خلل نقصان نیه، چیزی یا خود ایمان از بین میبره یا ایستکی کمال ایمان از بین میبره، که انشاءالله در درس آینده میخوانیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا رحم الله. الحی القیوم یا سبحان الله، الله 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 آیتی توحید بینم بر در و دیوارها، آیتی توحید بینم بر در و دیوارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها، آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آیت توحید بینم بر در و دیوارها. الله الله الله.